بیایید ببینیم بی آیا می توانیم 12.98 را به شکل عدد ترکیبی بنویسیم یا خیر. پس اولین این کار را که شما می کنید شاید این باشد که شما به این فکر می کنید که آیا این مشابه به است با 12 جمع به و اینطوری آن را ساده می سازیم. ولی حالا باید بنویسیم که 12 جمع یک کسر کان کسر معادل 0.98 باشد. پس اگر 0.98 را به شکل کسر بنویسیم کار را تقریبا تمام خواهیم کرد پس بیاید ببینیم که این کار را می توانیم یا خیر خب این نو هست که اینجا هست در خانه ده ها قرار دارد این گونه آن را می نویسم خانه ده ها. و این یکی در خانه صدها ها قرار دارد پس می توانیم که صفر شاره هشت را به شکل دیگری نیز داشته باشیم می توانیم که آن را به شکل نوی بر ده داشته باشیم این قسمت که اینجا هست نوی بر ده جمع هشت بر صد و حالا اگر مخرج مشترک را دریافت میکنیم که مخرج مشترک هر دوی اینها باشد 90 بر جمع 8 بر صد. این مساوی می شود به 98 بر صد. و می دانیم که 0.98 اشاری هشت همان 98 بر است یا روش دیگری نمایش دادن این هست که فاصله ای که اینجا هست خانه ای صدها را نشان می دهد. خب این 98 برصد است. می توانیم که از آن بگذاریم. حالا اگر بخواهیم که این را به شکل عددی ترکیبی بنویسم، باید که بنویسیم 12 و به جای 0.98 باید بنویسیم که 12 و 98 برصد. تا حالا ما این را ساده سازی نکردیم. می بینیم که امکان ساده ساختن آن هست یا خیر. 98 قابل تقسیم است بر 100 و همچنان پس بیایید که تقسیم کنیم. اینها دارای زریبی یکسان هستند. می خواهیم که هر دوی آن را تقسیم دو بکنیم. این مشابه هست با دوازده و نوده هشت تقسیم بر دو که مساوی می شود با چهل و نو. ساعت تقسیم بر دو می شود پنجاه. و حالا فکر می کنم که دیگر از این بیشتر قابل ساده ساختن نیست. ضریبی چهل و نو. این بر هفت قابل تقسیم است ولی پنجاه نیست. پس ما از این بیشتر نمی توانیم. می توانیم که 12.98 را به شکل عدد ترکیبی بنویسیم که می شود 12 و 49 بر 50